أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم الحي القيوم وأتوب إليه. السلام عليكم جميعا ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله على حلمه بعد علمه. والحمد لله على عفوه بعد قدرته. والحمد لله على طول عناته في غضبه وهو قادر على ما يريد. الحمد لله خالق الخلق باسط الرزق فالق الإصباح ديان يوم الدين. اللهم صل وسلم على حبيبك ونجيبك وصفيك وخيرتك في خلقك حافظ سرك ومبلغ رسالاتك بشير رحمتك ونذير نقمتك سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. اللهم صل على جميع الأنبياء والمرسلين وصل على جميع الشهداء والصالحين وصل على أئمة المسلمين وهماة المستضعفين وهداة المسلمين. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. خداوند علی اعلا را بر توفیق حضور در مراسم نماز جمعه سپاسگزاری می کنم. خودم که از همه بیشتر نیازمندم، همه شرکت کنندگان خواهران و برادران را به رعایت تقوا پروا پیشه کردن سفارش می کنم. تقوایی که هم شرط قبولی همه اعمال ماست و هم اگر تقوا را حفظ کنیم در همه لحظات زندگی از هر خطر و ضرر در حفظ و در امان خواهیم بود. الا فسونوها و تسبنو بها. امیر بیان، سردار سخن، امام سفید رویان علیه افضل صلوات المسلین فرمودن مردم هوشیار و بیدار باشین، تقوا رو حفظ کنید و با تقوا خودتان را محافظت کنید. خطبه اول بحث خیر و شر یا به تعبیر دیگر تشخیص و شناخت خیر از شر را با یکی دو نکته در این هفته هم پی خواهیم گرفت. در خطبه دوم مناسبت تاریخی و اسلامی جنگ خندق است که در عفده شوال سال چهارم یا پنجم هجری اتفاق افتاد. موضوعات مربوط به کشور و مردم و جامعه از موضوعات است که در خطبه دوم با اونها خواهیم پرداخت. اولین نکته ای را که درباره خیر و شر عرض میکنم، در هفته گذشته چند آیه از قرآن عظیم الشان خوانده شد، قرائت شد که خیلی وقتا ما خیال میکنیم، فکر میکنیم یک چیزی به شر ماست، به ضرر ماست، اما در حقیقت به خیر ماست و بالعکس. دیگه فرصت نیست من اون آیات را باز هم تلاوت کنم. از جمله عرض کردم
یعنی فرموده خداوند است در قرآن. بعض وقتا طرف فکر میکنه بخل به نفعش است، در حالی که بخل به ضررشه. خدا در قرآن میفرماید و عسى ان تكرهوا شيئا، خیلی وقتا تو از چیزی خوشت نمیآید اما او به نفعت است و بالعکس. نکته ای را که امروز آغاز میکنیم و دنبال این بحث را پی میگیریم، این مطلبی خیلی مهم و اساسی است. مردم خیال میکنن توده های افراد بشر و جامعه که انجام کار خیر سخته، کار شر آسان است. اگر بخوام همطور ساده این مسئله را بازگو کنم، منتقل کنم، مثلا شاید خیلی ها فکر بکنن درآمد نامشروع آسان تر است. معذرت، رشوه خوردن، دزدیدن، مثلا احتکار کردن، خب این آسانه. میگه از این را میریم ما سرمایه گذاری میکنیم، پول در میاریم. و کار کردن، تجارت کردن، صداقت و سلامت را رعایت کردن این سخت است. برعکس، در روایات داریم، البته از قرآن هم این موضوع به دقت اگر دقت کنیم فهمیده می شود که کار خیر آسان‌تر است. علی علیه السلام می فرماید الخیر اسهل من فعل الشر، کار خیر آسان‌تر است از کار شر. خب مثلا ما بیاییم صلح و آشتی ایجاد بکنیم در خانه، در محل، در کشور، یا آسان است یا کینه و عداوت و دشمنی. به مراتب هزینه دوستی ها کمتر است، اما یک مدیریت لازم داره، یک حوصله مندی لازم داره، یک زرنگی و هوشیاری لازم داره. با یک حرکت، با یک جمله، با یک تلفن کردن، با یک عذرخواهی کردن، ما می توانیم دشمنی را تبدیل کنیم به دوستی. امام باقر علیه السلام فرمودن، این جمله فرصت نیست من متن عربی را بخوانم، فرمودن خداوند کار نیک را بر اهل دنیا سنگین ساخته، ثقل الخیر علی اهل دنیا. همین آیه را دقت کنین، خداوند می فرماید و انها لکبیره الا علی الخاشعین، نماز سنگین است مگر بر اهل خشوع. بعضی از ما وقت نمیکنن که نماز بخونن، یعنی نماز میخونن باز میگن کاش وقت بیشتری نصیبمون بشه، اما بعضی ها دو رکعت نماز خوندن براشون قیامت، حاضر هستن دو ساعت کار سنگین و ثقیل فیزیکی انجام بدن اما نماز نخونن. امام باقر علیه السلام فرمودن خداوند کار نیک را بر اهل دنیا سنگین ساخته. چرا؟ چون این کار نیک پرونده عملش را در قیامت سنگین میکنه. کثقلهی فی موازینهیم، خب فردا همه ما معتقد هستیم به نامه عمل، فمن یعمل مثقال ذره خیر یره و من یعمل مثقال ذره شر یره. هر که نامه عملی سنگین باشه اهل بهشته. کار خیر بر اهل دنیا سنگینه، همونطوری که در قیامت باعث سنگینی ترازوی عملش میشه. و عکس، و ان الله خفف الشر على اهل الدنيا، خداوند کارهای شر را بر اهل دنیا سبک قرار داد. چرا؟ کخیفته فی موازینهم یوم القیامه، چون روز قیامت این کار خیر، این کار شر باعث می شود نامه عمل کسی که کار شر را انجام داده است سبک شود. پس من حیث المجموع
به این نکته باید توجه داشته باشیم که چگونه زندگی رو تنظیم بکنیم که ما خیر را از شر بشناسیم. در هفته گذشته عرض کردم گاهی ممکن است اهل فتوا هم، اونایی که خلاصه فکر مردم هم مدیریت میکنن، برخلاف اون چیزی که حق از فتوا بده. ما باید تابع قرآن باشیم، ما اهل بصیرت باشیم. نکته دومی را که لازم میدانم عرض بکنم و این هوشیاری و بصیرت در زندگی برای ما لازم است، من برای که بتونم این موضوع را منتقل بکنم، حالا رضای خدا در این بوده یا خلاصه یک احساسی شد که این بحث را در فضای نماز جمعه مطرح کنم. جناب ابوذر در بین اصحاب رسول الله از یک جایگاهی ویژه برخوردار است. در تعریف و معرفی سلمان، ائمه معصومین پیامبر فرمودند بهشت بیشتر منتظر سلمان است تا سلمان به بهشت. بهشت عاشقتر است به دیدن سلمان از سلمان به بهشت. ابوذر را که معرفی کردن فرمودن زیر آسمان سبز روی زمین گردآلود غبارآلوده صریح اللهجه‌تر، یعنی راستگوتر از ابوذر دیده نشده. ما اظلت الخضراء و ما اقلت الغبراء، آسمان سبز زمین گردآلود راستگوتر از ابوذر دیده نشده. وقتی از امام معصوم سوال شد یعنی از ائمه هم بالاتر بود، فرمودن لا یقاس به آل محمد. این ابوذر که خیلی شخصیت بزرگی است، من به جوانها عرض میکنم، البته به همه، چون اونایی که اهل نماز جمعه هستن به یک معنا همه الحمدلله با حال و با انرژی هم. صحبت هایی که بین جناب ابوذر و پیامبر شده جمع آوری شده، صحبت های دو نفری چاپ شده، یک بخشش جمع شده، همه این روایات خواندنیه. یک روزی نقل میکنم جناب ابوذر کنار پیامبر نشسته بود، از پیامبر این سؤال کرد، سأل رسول الله عن الایمان. جناب ابوذر از پیغمبر سوال کرد یا رسول الله ایمان چیست؟ یه مقدار دقت لازم داره. جناب ابوذر وقتی از ایمان سوال کرد، پیغمبر بزرگوار اسلام آیه 177 سوره مبارکه بقره را تلاوت کردند که در اون آیه خداوند می‌فرماید لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب، ایمان نیست که شما صورت به سمت مشرق و مغرب قرار بدهید. بعد در ادامه آیه را بعد خودتان برین بخوانین، ایمان به خدا است، ایمان به روز قیامت است، ایمان به ملائکه است. خدمت شما عرض شه که والکتب و النبیین، کتاب های آسمانی را قبول بکنیم، انبیا را قبول بکنیم، بعد مال خرج کنیم و آت المال علی حبه، و چیزایی را که دوست داریم اونا را خرج کنیم. حالا با کجا خرج کنیم؟ به یتیم خرج بکنیم، به ارحام من خرج بکنیم، به مساکین خرج بکنیم، به ابن السبیل، کسایی که در سفر پول و امکانات ندارن، در آزادی برده ها و اسیران خرج بکنیم، نماز به پا داریم. بالاخره جناب ابوذر از پیامبر سوال کرد ایمان چی است؟ پیامبر همین آیه ای را که عرض کردم، آیه 177 را تلاوت کرد. بار دوم ابوذر سوال کرد یا رسول الله ایمان چیست؟ باز حضرت همین سوال، همین آیه را تلاوت کردن. بار سوم باز سوال کرد، فکر کرد که حرف جدیدی پیامبر میگه.
باز حضرت همین آیه را تلاوت کرد. شما دقت کنید، سوال کننده ابو ذر است، جواب دهنده هم پیامبر. ما معلوم میشه برخورد ما با قرآن، تعامل ما با قرآن، با تعامل و برخورد پیامبر و کسانی که از معذر رسول الله استفاده میکردن خیلی متفاوته. حقیقت امر همین است. بعد از اونی که سه بار سوال کرد حضرت، این آیه را تلاوت کردن، ابو ذر پرسید یا رسول الله من درباره ایمان از شما سوال کردم، شما این آیه را تلاوت کردین. حضرت فرمود که هرگاه کار نیکی انجام دادی، این حسه ببینین کجا پیدا میکنیم، دلت قلبت او را میپذیرد، احساس آرامش میکنیم. گاهی مثلا همسر انسان، شریک انسان به انسان تندی میکنه، آدم میتونه مثل خودش برخورد بکنه، تندتر از او جواب بده، اما گاهی گذشت میکنه. بعد از اونه که گذشت میکنه، یک حسی، یک آرامشی سراغش میاد. گاهی یه جلسه ایست مثلا داخلش پر از گناه است، یک برنامه ایست داخلش فتنه است، آدم از اونجا بلند میشه، همچی که بلند میشه احساس میکنه که خیلی آرامش قلبی پیدا کرد. گاهی آدم خودش در قعر خطر میاندازه، همه کس میگن آقای اشتباه است، اما خودش احساس میکنه که این کار کار درست است. آقایان، خدا در قرآن میفرماید ما به تو قلب دادیم. این قلب در زمان انبیا هم همین قلب است که ما داریم، الان هم داریم، در آینده هم بندگان خدا خواهد داشت. این قلب حرم خداست، القلب و حرم الله. پیامبر به جناب ابو ذر فرمود هرگاه کار بدی انجام دهی، دلت آن را ناپسند می شمارد. حالا من به مناسبت این اختلافی که پیش آمد، ممکنه در سال در زندگی ما مکرر این قضایا پیش بیاید، ما باید سراغ آرامش باشیم و پیدا شدنی است، پیدا کردنی است، فقط دقت لازم داره. هر کسی در زندگی موفق است با دقت، با برنامه ریزی، با نظم موفقیتش روز افزون میشه. ما مسائل زندگیمان را با نسخه قرآن، با نسخه که پیامبر و اهل بیت علیهم السلام پیچیدن و در اختیار ما گذاشتن، که قرآن فرمود هیچ تر و خشک نیست مگر اون که در قرآن هست، با اینها باید تنظیم بکنیم. جناب ابو ذر با همین هوش و فراستی که داشت، بعد از مدتی در منبع دیگری آمده، مردی پیش ابو ذر آمد پرسید ایمان چیست. من به بعضی از دانش آموزا مثلا شاگردا میگم وقتی میرین درس میخونین، همون لحظه ای که درس اول گوش میدین فکر کنین که یک روز خودتان ایره تدریس میکنین. جناب ابو ذر وقتی کسی آمد ازش پرسید ایمان چیست، همین آیه را خوان، لیس البر، یعنی نیکی. مرد پرسید گفت که جناب ابو ذر من درباره نیکی نپرسیدم، من درباره ایمان از شما پرسیدم. ابو ذر گفت که اتفاقا منم محضر پیامبر وقتی رسیدم از ایمان پرسیدم. دیگه اینجا نکته خیلی دقیق میشه. اینجا کسی که آمد از ابو ذر پرسید، از نیکی پرسید، ابو ذر اون آیه را خواند، گفت که من از ایمان پرسیدم، پیامبر دقیقاً همین آیه ای را که من برای شما خواندم ای را برام خواندند و توضیح دادن. فرمودن
ایمان آن است که انسان یک کار انجام بده خودش احساس آرامش بکنه. حالا یک کسی بیایه مثلا یک جایی رو منفجر بکنه بعد بگه من کاری مؤمنانه انجام دادم، یک دلی رو بشکنه، یک آسایش رو به هم بریزه، یک وحشت رو در خانه و در شهر و در کشور به وجود بیاوره، بعد بگه این کار کاری اهل ایمانه. جناب ابوذر فرمودن من که در محضر رسول الله بودم، پیامبر فرمودن دو خصلت است که هیچ نیکی از این دوتا بالاتر نیست، یک ایمان به خدا، دو خیر رساندن به بندگان خدا. ما اگر دنبال تشخیص شر و خیر هستیم باید با استفاده از این فرمول ها و از این نکاتی که من گوشه اینها را عرض کردم انشاءالله دقت کنیم. خواندن قرآن یک بخشی از کار است، فهم قرآن بخش عظیمی از وظیفه ماست و بالاترین مرحله اوج نزدیک شدن ما به قرآن این است که این فرمول های قرآنی را در زندگی ما پیاده بکنیم تا زندگی هم در خانواده و هم در محیط کوچیکی مثل محل و قریه و هم در محیط های بزرگ مثل ولایت ها، شهر ها، حتی قاره ها، اینها تبدیل بشود به یک زندگی تجسم از عزت، اقتدار، آسایش و آرامش. امیدواریم که ما با برگشت و دقت به سیره پیامبر و ائمه معصومین، تربیت شدگان مکتب قرآن و اهل بیت علیهم السلام، این مشکلات و نابرابری ها و ناامنی ها را بتوانیم مدیریت کنیم و دیگران هم به این مسیر و این راه هدایت و دعوت کنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله، الصلاة والسلام على محمد رسول الله. وعلى علی امیر المؤمنین وعلى الصدیقة الطاهرة وعلى الحسن والحسین وعلی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسی ابن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی و علی ابن محمد و الحسن ابن علی و الحجة الخلف الصالح. ائمة المؤمنین، بار دیگر همه عزیزان را به رعایت تقوا پروا پیشه کردن سفارش میکنم. نماز جمعه همون گونه ای که در سوره مبارکه جمعه معرفی شده ذکر خداست، یاد خداست. اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه فسعوا الى ذکر الله، وقتی صدای اذان نماز جمعه به گوشتان رسید، فسعوا، با تلاش خودتان را
به ذکر خدا برسانید. همونطوری که مطلق نماز ذکر است، اقم الصلاة لذکری، نماز صبح، ظهر، عصر، مغرب و عشا، نماز شب، همه اینا ذکر است. اما در اونجا فرموده نماز اقامه کنیم، برپا بدارین. اینجا می فرماید با تلاش در این ذکر حضور پیدا بکنیم. خیلی فضیلت و ثواب و برکات نماز جمعه بالاست. در قبالش جایگاه، ظرفیت، استعداد، شرایطش، همه اینها متفاوت است. ما در نماز شب یک نفر نماز میخوانیم، در نماز فرادا یک نفر، در نماز جماعت در مسجد صبح، ظهر و عصر با ویژگی خودش نماز برگزار میشه. اما نماز جمعه یک تجسم از حج است، حضور همگانی. سیستمی که در نماز جمعه عیار شده، خواندن دو خطبه که در روایات داریم باید به دقت به خطبه ها گوش داده شود و در اولین لحظات شروع خطبه ها هر چه طرف زودتر حضور پیدا بکنه از ثواب بیشتری بهره مند است. و دستور این است که اون چه را که جامعه اسلامی نیاز دارد در این خطبه ها گفته شود، بدون خوف و هراس و بررسی و پیشبینی منافع شخصی و فردی، باید اون چرا که جامعه اسلامی به اون نیاز دارد گفته شود. اینها دلیل برتری و ارزش و جایگاه ویژه نماز جمعه است. لذا تلاش می شود اون چرا که برای سعادت و بیداری و بصیرت جامعه اسلامی لازم است در نماز جمعه مطرح شود. من اولین نکته ای را که عرض میکنم نکته ای است که مربوط میشه به مسائل داخلی افغانستان. هفته گذشته عرض کردم مقوله حجاب از مقولات و از مفاهیم و از معتقدات جامعه اسلامی است. خدا به پیامبر فرمود که به زنهای خودت و زنهای مؤمنین بفرما که اینها حجابشان را رعایت کنن، لباسشان را، روسری هاشان کامل بپوشانن. خیلی معایه داریم در باره حجاب. بس اینه که ما باید طوری خانواده، دختران، همسران، مرتبطین مانه تربیت کنیم که اونها بفهمن حجاب یعنی چی. امر به معروف لازم است. ولتکن منکم امتون یدعون الالخیر، باید جمعی از مردم به خیر دعوت بکنه. اما همین دعوت به خیر به دو شکل، گاهی با زبان است، با فشار است، گاهی با تربیت است. ما وقتی حجاب سنبول کنیم، وقتی به دخترانمان، به معلممان، به استادمان بفهمانیم که بیرون شدن با پوشش حجاب امنیتی بیشتر داره، آسایشی بیشتر داره. رهبران حکومتی، رهبران اجتماعی، اینها خودشان وقتی خانواده هاشان با حجاب کامل تربیت کنن، جریان حجاب مثل همه جریان های دلبر و دوست داشتنی تبدیل می شود به یک حرکت موزون و با طرفدار و در واقع با سمت و سوی دوست داشتنی. اما وقتی حرف بزنیم خودمون رعایت نکنیم، یا مصادیق حجاب را وقتی معرفی بکنیم از نظر فردی گروهی او کامل باشه اما از نظر دیگران کامل نباشه، به تنش‌ها برمیخوریم. به همین دلیل است که خواهشمان و
و پیشنهادمان و طرحمان این است که ما بیاییم اینها را در واقع با ارائه نمونه ها و با بیان زیبا و در واقع روشنگر به جامعه و خانواده هامان تفهیم کنیم. الحمدلله زمینه این تفهیم وجود داره در شبکه های رسانه‌ای، در تلویزیون، در رادیو، از نخبه ها استفاده بکنیم، آیات قرآن، روایات را به شکلی که همه بفهمند، نمونه های از حجاب کسانی که با پیامبر بودن، در زمان پیامبر بودن، اینا را مطرح بکنیم. در کنارش ضررهای بی حجابی را بازگو بکنیم، اینا بیشتر جواب میده. ما با جامعه جهانی هم خلاصه میتوانیم وارد یک تعامل بشیم، حتی اونها را دعوت کنیم به اون چی که اسلام گفته. قرآن میفرماید اگر یک غیر مسلمان آمد در جامعه اسلامی و این احد من المشرکین استجارک فاجر، اگر یک غیر مسلمان از شما پناه خواست پناه بده، حتی یسمع کلام الله، تا اون غیر مسلمان سخن خدا را بشنوه، بعد از اونی که سخن خدا را شنید نگین کافر را بکشینش، نه، اینا سالم برسانین به منطقش. آیه است ثم ابلغه مأمنه. چرا این برگرده بگم این جامعه اسلامی این بود، چقدر محبت داشتن، چقدر حجاب داشتن، چقدر نظم داشتن. وزیر داخله حکومت سرپرست امارت اسلامی مطالب را در همین روزهایی که پشت سر گذاشتیم مطرح کردن، از جمله همین مسئله آموزش دختران است، مسئله روابط با کشورهای بیرونی که همه اونها الان فرصت نیست من مطرح بکنم، اینها هم خودشان به این نتیجه رسیدن که معطل ماندن و در واقع محروم بودن صنف‌های بالاتر از 6، البته در بعضی از ولایات، در خیلی از ولایات از جمله الحمدلله در ولایت بلخ ما مشکل نداریم. این یک در واقع ضعف است، باعث نگرانی است. ما داریم به تعبیر خودشان مخالف تحصیل زنان نیستیم و با تحصیل دختران تا صنف 6 موافق هستیم و بالاتر از آن بر اساس میکانیسم به تعبیر خودشان، یعنی برنامه ریزی در دست کار است. ما امیدواریم که هم مکاتب تا صنف 12 با همین روی کردی که عرض کردم فعال بشه. ما نباید دخترانمان و فرزندانمان را که سرمایه های زندگی ما هستن اینها را جریحه دار بکنیم. حتی در دانشگاه ها برنامه داشته باشیم. ما یک بخش عظیم از جهان هستیم به عنوان مسلمان، برای همه ابعاد زندگی برنامه داریم و انشالله که می توانیم با استفاده از فرمول قرآن و دین در مقابل همه مشکلات راه کار پیدا بکنیم. مسئله دومی که لازم میدانم مطرح بکنم، خب بنگاه‌های خبرپراکنی همیشه دنبال یک جنگ دقیق هستن. جنگ فیزیکی یک مرحله است، جنگ اقتصاد مرحله دیگری است. در زمان پیامبر همه اینا بود. وقتی پیامبر در شیب ابی طالب در معاصره قرار دادن، یک نوع خلاصه جنگ بود. جنگ فکری مرحله دیگری از جنگ است. مهمترین جنگی که امروز در دنیا ادامه داره جنگ ادراک است. فکرها را همون جایی که نشستن با یک جنگ روانی میخواهند به یک سمت دیگری حرکت بدن. متاسفانه به این مقوله کم توجه میشه. این بحثایی که شما میشنوین منابع پخش میکنه، ادهی خلاصه با هم اتحاد میکنن برای اینکه
جنگ جدیدی را بیاندازن، بیش از اونی که بحث جنگ فیزیکی مطرح باشه، دارن ذهن مردم و درک مردم آسیب میزنن. من به عنوان یک کسی که در سالهای زیادی در این کشور زندگی کردم و الان هم هستم، به لطف خداوند و به عنایت عزرات معصومین، مخصوصا مولا من صاحب الزمان اللهم صل علی محمد و آل محمد، روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا عرض میکنم، اگر حاکمیت با سیستم محبت، رعایت حقوق، اجرای عدالت برنامه ریزی بکنن، زمینه این که مخالفین بتوانن سربازگیری کنن، تهدیدی به وجود بیاوره وجود نداره. اونهایی که در زمان حاکمیتشان نتوانستن دلها را به هم نزدیک کنن، حالا که بعیده، اما شرطش اینه که پایگاه درونی مستحکم باشه. مردم همه، حالا من اصلا واقعا احساس ناراحتی میکنم وقتی مثلا از آدرس یک قوم حرف بزنم در یک کشور، بگم تاجیک ها، بگم ازبک ها، ازاره ها، پشتون ها، معنا نداره. باید هیچ قومی در افغانستان این حس نداشته باشه که حقش داره پایمال میشه. یک رهبری اگر خیانت کرده، اگر جنایت کرده، اگر ثروت ملی و اقتصاد این مملکت رو منتقل کرده به کشوری دیگری، به جای دیگری، به خیال که او راحت زندگی بکنه، نباید جرمش مردم بکشه. مردم آزاری جنگ با خداست. یعنی این شایعات و این در واقع وارد شدن به داخل ذهن و فکر مردم، پریشان کردن مردم، این جنگ ادراک است. مقاومت، جبهه مقاومت، همه اینها اگر مردم در داخل کشور احساس امنیت کنند، احساس پیشرفت کنند، احساس آزادی داشته باشند، آزادی های به حق، مسائل اعتقادی، مسائل اجتماعی، مسائل آموزشی، همه اینها جای نگرانی نداره. من امیدوار هستم که به این مقوله انشالله توجه بیشتر شود و اسباب آسایش و آرامش همه جانبه را بتوانیم فراهم بکنیم. قبل از اونه که من درباره 17 شوال و جنگ خندق صحبت بکنم، اگرچه طولانی هم شد، یک موضوعی را حالا کلی عرض میکنم، انشالله هفته بعد اگر توفیق بود و وقت بود بیشتر باز میکنم. بحث وحدت جهان اسلام است. خیلی از نخبگان جهان اسلام به این نکته توجه کردن که بعضی از شبکه ها ثروت های زیادی را در اختیار دارن، بعضی تلویزیون ها، اینها پولای زیادی از مسلمان ها میگیرن، خودشان هم خیلی از اسلام حرف میزنن، از شیعه حرف میزنن، از اهل بیت حرف میزنن، از مثلا پیامبر حرف میزنن، از مذاهب اهل سنت حرف میزنن. اینا بیشترین پول را از مسلمان ها میگیرن و در واقع اینها حرف را و شعار را مطرح میکنن که بیشترین ضرر را به جامعه اسلامی اینا میزنن. اینا خودشان میفهمن اینا عوامل کفرن، عوامل دشمنان اسلامن، اما خیلی از مسلمان ها نمیفهمن. شبکه هایی که میاین حرف میزنن مقدسات اسلامی مسلمان ها را توهین میکنن، مثلا از آدرس شیعه میاین اصحاب پیامبر را بی احترامی میکنن، همسرای پیامبر را بی احترامی میکنن. نفکر نکنین به نفع شیعه است، مراجع با اینا مخالفه. اونایی که از آدرس اهل سنت میاین و مقدسات شیعه میتازن، شیعه را مشرک معرفی میکنن.
گاهی فتوای به قتل و کشتن میدن. بدانین اینا حرف اهل سنت نیست. اینا کسانی هستن که دنبال فتنه هم. باید جامعه اسلامی متوجه باشه. ما از اینهایی که برای خدمت به فقرا و نیازمندا فراهم میشود رو مقایسه بکنیم با از اینهایی که این شبکه ها مصرف میکنن، به مراتب از اینهای اینها بیشتره. اینا راه درست کردن، دکان درست کردن برای که خودشان با خانواده هاشان معلوم نیست در کجای دنیا هستن. خب حالا دیگه دنیا شده یک دهکده، از اینجا شروع میکنن به پخش کردن این مطالب. نتیجه این اختلاف اندازی را جوامع اسلامی در کشورهایی مثل افغانستان، پاکستان و کشورهای دیگر، حالا در هر کشوری باشه، در اینجا میکشن. در حالی که حرف ما که اینا نیست. شما ببینید در کجای تاریخ یک مرجع دینی، یک مجتهد آمده کسی را لعن کرده، سب کرده، یا اهل بیت این کار کرده. خیلی باید متوجه باشید. وحدت به معنای واقعی آن است که دلها به هم نزدیک شود. ما امیدواریم جامعه اسلامی به اون مرحله برسد که به تعبیر قرآن خدا به پیغمبر فرمود و الف بین قلوبهم. این پولایی که خرج میشه از هر کانال بیایه، اینها دلها رو نمیتونه از هم دیگه دور بکنن. همونطوری که پیامبر مأمور شد، خدا فرمود میان دلهاشان الفت انداخت، که آنچه در روی زمین است یا رسول الله همه را خرج میکردی نمیتوانستی بین دلها الفت بیندازی. ما بیاییم واقعا قلبا به همدیگه احترام داشته باشیم، نزدیک باشیم، منافع همدیگه را دنبال بکنیم، و این راه پیروزی است، این راه امنیت است. روز عبده شوال، یعنی امروز خدمت شما بشه، شاید 17 باشه یا 18 باشه، در سال پنجم هجری، یعنی بعد از آمدن آقا رسول الله به مدینه، جنگ خندق و اسم دیگرش جنگ احزاب است، راه انداخته شد. یعنی دشمنان اسلام آمدن دور مدینه را محاصره کردن، پیامبر مشورت کرد، خلاصه اون خندقی که معروف است کنده شد. بعد عمرو بن عبدود در بین لشکریان دشمن لحظه به لحظه شعار میداد، حرف میزد، میگفت کیست که به جنگ با من بیاید. اون طرف خندق نزدیک آمده بود، مسلمان ها هم 3000 نفر بودن، کشته های مسلمان ها 6 نفره، کفار 10000 نفر بودن، یعنی از 3 برابر مسلمان ها بیشتر بودن. عزیزانی که مکه رفتن، اون آثار خندق هنوز هم معلومه. وقتی که خندق کنده می شد، منافقین، من برای همین گفتم که خوب است همونطوری که مستحب است سوره جمعه و سوره منافقون در نماز جمعه خوانده بشه، برای که مسلمان ها هم با محتوای نماز جمعه آشنا بشن، هم با محتوای سوره منافقون. خیلی جسارت میکردن. از جمله عمرو بن عبدود وقتی آمد مبارز طلبید، هیچ کس حاضر نشد. خدمتتون عرض میشه که منافقین خیلی جسارت کردن، توطئه کردن، گفتن کسی نیست که حریف عمرو بن عبدود بشه. آقا امیرالمومنین فرمودن یا رسول الله اجازه بدین من وارد جنگ با ابن عبدود بشم. یکی از افراد، عرض کردم انسانهای منافق این دوری است، گفت که این آدم کسی نمیتونه حریفش بشه، یعنی عمرو بن عبدود. خیلی تعریف کردن و شروع کردن به شجاعت و زور و بازوش. یواشکی گفت که چیکار کنیم؟ گفت که اگر کسی به جنگ عمرو بن عبدود بره، خودش که کشته میشه هیچی، اگر عمرو بن عبدود بر ما مسلط بشه همه را نابود میکنه. پس چیکار کنیم؟ گفت که بهترین راه حل این است که اسم پیامبر را برد، گفت محمد
دست بسته به این تحویل بدیم. خب فقط یک نفر خلاصه بهش تحویل داده میشه دیگه، دست از سر ما بر میداره. اینه تاریخ، بخوانین جالبه. ببینید بعضی وقتا شعار منافقین خیلی خطرناکه. آقا امیرالمومنین تا این جمله را شنید فرمود یا رسول الله من آماده هستم. پیامبر اجازه ندادن. بار دوم باز هم آقا امیرالمومنین فرمودن یا رسول الله من آماده هستم. برای بار سوم که او میگفت حلم مبارز کسی هست بیایه یا نه، پیامبر به امیرالمومنین علیه افضل صلوات المسلین اجازه دادن، حضرت حرکت کرد. هم واقعا ثواب زیادی داره حضوری در نماز جمعه و شنیدن این جمله در نماز جمعه به نظرم ثواب چند برابر میکنه. همچی که آقا امیرالمومنین حرکت کردن به سمت عمرو بن عبدود کنار خندق، پیامبر فرمود برز الایمان کلو الى شرکه کله، همه ایمان در مقابل همه کفر قرار گرفت. نگاه کنین عزیزان، ایمان در زندگی انسان ها تجلی میکنه، هیچ چیزی خیالی نیست. شهامت، شجاعت، وفاداری، انفاق، اینها نمونای ایمان است. تا امیرالمومنین عازم حرکت شد، پیغمبر فرمود، پیغمبری که خدا میفرماید از هوا حرف نمیزنه، لا ينطق عن الهوا و ما ينطق عن الهوا، فرمود برز الایمان كله الى الشرک كله. شرک در وجود عمرو بن عبدود تبارز کرده بود، ایمان به تمام حقیقتش در وجود امیرالمومنین چقدر زیبا ظاهر شد. وقتی رفت یه نگاهی کرد گفت که تو آمدی به جنگ با من؟ اون خیلی جسیم بود، خیلی غل بود. حضرت فرمود که چند تا پیشنهاد دارم. پیشنهادها رو کرد، خب بیا مسلمان شو، اگر نه برگرد. حالا همشه فرصت نیست، خلاصه هیچ کدوم قبول نکرد. حضرت فرمود حالا که این طوری است می جنگی. وجود نازنین امیرالمومنین خب یک مقدار جراحت هم سر مبارکش برداشت، علما میدونن. بالاخره به یک ضربت چنان او را از پا در آورد که اول خودش هم حس میکرد که هنوز آسیبی ندیده، تا به زمین افتاد. تکبیر مسلمان ها که همه منتظر بودن، خیلی صحنه سخت شده بود. اون مسجد فتح، عزیزان همسفر حج یادشون هست، از اونجا پیغمبر داشت صحنه را کنترل میکرد. تا خلاصه اون ضربه کاری و پیکری اون تجسم کفر قرار گرفت و زمین افتاد، صدای الله اکبر مسلمان ها بلند شد. پیامبر فرمود ضربت علیین یوم الخندق، اون شمشیر علی در روز جنگ خندق افضل من عبادت سقلین، فرمود از عبادت جن و انس تا روز قیامت ثوابش بالاتر است. لذا خداوند به همه من لطف کرده و این شخصیت ارادت داریم. همه مسلمان ها امروز، یکی از نیروهایی که با من هست میگفت جالب است، امروز از رادیو میشنیدم خیلی فضائل امیرالمومنین را پخش میکرد. فرایض امیرالمومنین پخش کردنش وظیفه همه مسلمان هاست، وظیفه همه آزادگان عالم است. خدایا ما را با محبت امیرالمومنین بیش از پیش آشنا بگردان. امنیت همه مسلمان ها مخصوصا کشور ما را کامل تامین بگردان. خدایا هوشیاری، بیداری، بصیرت بیش از پیش نصیب جامعه اسلامی بگردان. میخواستم خیلی کوتاه درباره وجود نازنین آقا و مولا منصاق و از زمان صحبت بکنم، فرصت نشد. خدایا ما را از منتظران اون نازنین محسوب بفرما. خدایا حوائج اون حضرت فوق رغبتشان برآورده فرما. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر
الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. آمين.